فیلم سینمایی قفس که تو سال 1353 ساخته شده، درباره اسقره که تحت تعقیبه و به خونه دوستش داوود پناه میبره. اسقر شب در عالم مستی با نامزد دوستش همخوابه میشه. هر دو از شرم فرار میکنن و در نهایت اسقر در آغوش داوود جان میده. بخشهایی از فیلم قفس رو با هم تماشا میکنیم. چی گفتی؟ مرد که زنمو بیا این کلو. دریا با بازی فروزان دختریه که توی یه مثلث عشقی با ناخدا و مسلم گرفتار شده. ناخدا طاهر از مردم بندر در مقابل جور و اجحاف مسلم و دار و دستش حمایت میکنه و از طرفی از ازدواج اون با دریا هم خشم میگینه. این اتفاق باعث درگیری های عجیبی میونه این سه نفر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. کی هستی؟ نماینده دادستان، در باز کنید. اومدم. برو پسر را قایمش کن پشت کما. جاندار من اومدم. جاندار؟ آره قایمش کن. فیلم خشم کولی با بازی فردین و پوری بنایی محصول سال 1347. زنی حسود تنها پسر مردی رو از اون دور میکنه. کولی ها پسر رو پیدا میکنن و اونو نزد خودشون بزرگ میکنن. وقتی پسر بزرگ میشه ندونسته عاشق دخترموش میشه، اما پدر با این ازدواج مخالفه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. باید با این بری تو آب، بیا بگیر. نمیذارم بیای بالا.
مواظب سرما نخوری پسرم. مثل این که با یه بچه یه ساله دارم. خب پدرتی نباش بهش دروغ میگفتم. اوه اینقدر خودتو ناراحت نکن بی برو تو آن برو دیگه. بار دست خودت داری آره نو وقت مردم ها کاریه من فیلم حسرت که تو سال 1354 ساخته شده راجع به علیه که مباشر و سرپرست کارخونه داییشه. علی با دختری به اسم مریم آشنا میشه، اما دختر داییش که به اون علاقه داره سعی داره بین رابطه علی و مریم فاصله بندازه. بخشایی از فیلم حسرت رو با هم تماشا میکنیم. فیلم اشک رقاصه به کارگردانی اسماعیل پورسعید محصول سال 1356. اکبر در پی کار از عراق به تهران میاد، اتاقی اجاره میکنه و با مشید الله و پسرش حسن هم اتاق میشه. مشید الله وانتبارش رو به اکبر میده تا روی اون کار کنه. خونه متعلق به رقاصه سال خوردهی به نام مرضیه است و مریم خواهر مهدی بنگاهدار همونجا مستأجره. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. راستی شب که داداشت اومد خونه بهش بگو اگه دیر به جنبه منو از دست میده ها. یعنی چی؟ منظور چی؟ هیچی، داره واسم خاصه بیم. شوخی نکن. نه جون تو شوخی نمی کن. صابخونه شمس خانمینا اومده با مادرم صحبت کنه که بیاد خاصگاری من. فکر میکنم برای خارزادش بخواه. خب تو چی گفتی؟ من هنوز جوابی بهشون ندادم، مامانم هم منتظر جواب منه. تو غلط کردی، میخوای زنی چه سیدی که بشی؟ تو مال داداش منی. آخه شما هم که همش حرف میزنی. اگه راست میگی فردا پاشو بیا خواستگاری. خیلی خوب، من امشب با داداشم صحبت میکنم، قرارشو میذاریم، بهت خبر میدم. البته انتظار نداشته باش که همین فردا صبح اول را بیاییم خواستگاری، اما دیر یا زود بالاخره میه. خلاص اینو بدونی که تو مال داداشم، ممکن نیست من بذارم تو با کسی دیگه عروسی کنی یا داداشم زن دیگه ای بگیره. عوضه این حرفا زودتر بیاییم خواستگاری. ببینم حالا مگه چی شده بابا؟ آبروریزی در نیار، ولشون کن دیگه. چی میخواستی بشه؟ بی آبروی از این بدتر؟ تو خونه ای که هشت طرفش بازه و مردم فضولم سر میکشن، خانم لخت و پتی رفته توی حوض.